مایکل هاینکه، کارگردان 70 ساله اتریشی، برنده نخل طلای 65مین جشنواره بین‌المللی فیلم کن شد. عشق روایت دردناکی از پیری، تنهایی، بیماری، عشق و مرگ است. بدین ترتیب هاینکه به جمع نخبگانی پیوست که دو بار برنده جایزه در بزرگترین جشنواره فیلم جهان شدند. خوشحالم از اینکه روی صحنه تنها نیستم و با دوستان هنرپیشم هستم. با آنها مقابل این جمعیت خجالت زده نمی شوم. از هیئت داوران نیز سپاس گذارم. جورج و آن معلمان بازنشسته موسیقی هستند. آن دچار حمله قلبی می شود و قدرت تکلم و حرکت را از دست می دهد. جورج از او پرستاری می کند و خاطرات عاشقانه با همسرش را به خاطر می آورد. جایزه بزرگ توسط لیلا حاتمی به ماتو گارونه، کارگردان ایتالیایی، برای فیلم حقیقت اهدا شد. گارونه درباره چگونگی ساخت فیلم به خبرنگار یورنیوز گفت: منبع من سینمای ایتالیا بود. به نحوی به کمدی ایتالیایی قدیمی شبیه است. این منشأ من برای فیلم است. صادقانه بگویم این فیلم در ابتدا یک کمدی بود ولی تبدیل به تراژدی شد. فیلم طنزی تلخ درباره یک مرد ساده‌لوح است که آرزویش دستیابی به محبوبیت از طریق یک برنامه تلویزیونی است، ولی او قدرت درک واقعیت را از دست می‌دهد. جایزه بهترین کارگردان به کارلوس ریگاداس برزیلی برای فیلم نور پس از ظلمت اختصاص یافت. خبرنگار یورنیوز از کارگردان پرسید چگونه این فیلم را ساخت و عمده‌ترین چالش چه بود؟ در مورد هیچ گونه چالشی فکر نکردم. فقط می‌خواستم دیدگاه‌های خود را تقسیم کنم و نه فقط دیدگاه‌هایی که بیش از حد روشنفکرانه است. تنها احساساتم و عقایدم. مانند اینکه با دوستی آبجو می‌نوشیم و صحبت می‌کنی و او می‌پرسد حالم چطور است. فقط همین. داستان نور پس از ظلمت درباره خوان و خانواده‌اش است که در یک منطقه کوهستانی در مکزیک زندگی می‌کنند و در یک دنیای مجزا هم لذت می‌برند و هم رنج می‌کشند. کوزمینا استراتان و کریستینا فلوتور به طور مشترک جایزه بهترین هنرپیشه زن را برای بازی در فیلم آن سوی تپه‌ها دریافت کردند. کریستیان مونجیا، کارگردان این فیلم، نیز جایزه بهترین فیلم رامه را از آن خود کرد. آن سوی تپه ها داستان واقعی دختر راهبه‌ای در مولداوی را بازگو می کند که در سال 2005 در یک مراسم جنگیری درگذشت. فیلمی تکان دهنده درباره افراد در ایمان و خوشگندشی مذهبی. جایزه بهترین هنرپیشه مرد امسال به مادز میکلسن برای ایفای نقش اصلی در فیلم شکار اختصاص یافت. وقتی هنرپیشه خوبی هستم که در یک فیلم خوب بازی می کنم. این بار در یک فیلم عالی بودم و از به حد کافی خوب بودم فرق می کند. توماس وینتربرگ، کارگردان دانمارکی، موضوعات عشق، نفرت و دروغ را در فیلم شکار بکن برد. این فیلم تکان دهنده درباره سوء استفاده جنسی از کودکان و تاثیر آن در یک جامعه کوچک است. یک بار دیگر کن لوچ، کارگردان بریتانیایی، دست خالی جشنواره را ترک نکرد. این دفعه جایزه ویژه هیئت داوران را برای فیلم سهم فرشتگان دریافت کرد. برای ساخت فیلم خوب نیاز به یک گروه خوب دارید. مانند فوتبال است که بهترین مدیر بدون بازیکن‌های خوب کاری نمی‌تواند بکند. سهم فرشتگان یک کمدی اجتماعی با پس زمینه بحران اقتصادی است، یا اینکه چگونه یک متخلف که به تازگی پدر شده با کمک یک معلم از زندگی بدون امیدش می‌تواند رهایی یابد. Get off that track! There's a train coming through here in seconds. What the fuck was that, you asshole?